قرار بود. انواع ارتباط الله برای کی؟ پیامبران علیهم السلام. الله تعالی بر ما در سوره شورا آیه 51 اتو می فرماید: و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. ای آیت را کوشش بکنین، حفظ بکنین، خواه دمی امی انواع ارتباطی که از الله امرای پیغمبر است تمام طریقه هایش دمی آیت گنجانیده شده. اگر ما اینم یک آیت را که فقط یک ختمه حفظ داشته باشیم، امی چند نوع ارتباطی که از الله امرای پیغمبر است کلش دمی یک آیت چیسته؟ ثابته. صحیح؟ و ما کان لبشر، نیست مناسب به هیچ کسی، به هیچ بشری، ان یکلمه الله، که سخن بزنه امرای از او الله متعال، الا وحیا، مگر به وحی، به اساس وحی. پس وحی میشه که بدون واسطه شوه یا به واسطه شوه. بدون واسطه مثل که پیامبر ما علیه السلام در شب معراج رفت امرایش الله متعال گپ زد و اوحا الی عبده ما اوحا، و قسمی که امرای موسی علیه السلام در کوه طور گپ زده بس بدون واسطه است. به واسطه مثل که جبرائیل علیه السلام قرآن کریم آورد. یکی او من وراء حجاب، یا از پشت پرده، از پشت پرده معنا، مثل که موسی علیه السلام در کوه طور رفت زمانی که با الله متعال گپ میزد، الله متعال گفت که یا الله تو خودت مرا چی بته نشان بته، گفت خی طرف کوسای کو، بالاخره یک پرده حجاب آمد، از پشت حجاب امرای موسی علیه السلام چی کرد؟ سخن زد. در جای خودش می ان شاء الله. او سوم حالتش، او یرسل رسولا، یا بفرسته یک ملک را مثل جبرئیل علیه السلام که با بی علیه السلام فرستاد و وحی برش کرد. فیوحی باذنه، پس وحی میکنه با اراده الله، یعنی میرسونه ملائکه به پیغمبرا هر آن چیزی که الله برش اجازه کرده، ما یشا آن چیزی را که الله خواسته. انه هر آین الله متعال علی ذات بالاست، بلند مرتبه است، حکیم با حکمت است. منظور از وحی در اینجا معنی شرعی از او است، خواه نه معنی لغوی. در بخاطر که در لغت چند معنا کردیم؟ ما پنج معنا کردیم در لغت، پنج معنا کردیم، بلکه میگه معنی در اینجا مراد از ما معنی لغوی آن است که نیست که مثل که الهام و الهام فطری بود و چی بود و چی بود، بلکه اینجا چیسته؟ فقط معنی شرعی از او است که شرعان یا در اصطلاح او را چی کردیم؟ تعریف کردیم. یا مثل که در مورد ابراهیم علیه السلام در سوره صافات آیه 101 تا 107، سوره صافات آیه 1 تا 107 اتمیه که فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. از این معلوم میشه، یعنی قسم دیگه از وحی، که خواب انبیا علیهم السلام هم وحی است. خواب کی؟ خواب پیغمبر وحی است. میبینین که در اینجا اگر خواب پیغمبر وحی نمی بود، اگر خواب پیغمبر وحی نمی بود، چطور میشه که ابراهیم علیه السلام به اساس خوابش بچه خود ذبحه بکنه؟ کشتن انسان، کشتن بچهش، خب کاملا چیست؟ حرام است. ولی در خواب میبینه که اسماعیل را ذبحه میکنه، میفهمه که گویا اینمی ذبح اسماعیل را وقتی که در خواب میبینه حقیقت وحی است که الله تعالی چی کرده؟